سری بخش برنامه دکتر امان‌الله ظریفی دکتر دندان را در کنار خود داریم و دوست داریم روی پوستگی دندان و التهاب بره‌ها نزد خانم‌های حامله صحبت داشته باشیم. اما در قدم اول سلام و صبح بخیر دارم به دکتر صاحب. سلام دکتر صاحب، صحبتتون بخیر. سلام بر شما و خدمت همه بیننده‌های محترم تلویزیون جهانی آینه که همین اکنون ما را از طریق صفحه این تلویزیون مشاهده میکنند. امیدوار هستم که در کانون خانواده های گرمشان و دارای صحت و عافیت کامل بوده باشند. دکتر صاحب، روزهای زمستان چگونه سپری میشه؟ خب در مجموع ما در محیط کاری هستیم و خوب است دیگه. توصیه ما جای ما که گرم است، توصیه ما برای دیگه هموطنهای عزیز ما همی است که کوشش بکنند در هوای سرد خودشان از لباس های گرم البته استفاده بکنه تا ای که خدای نخواسته به کدام امراض گرفتار نشوند. بله، سلام شده دکتر صاحب. موضوع برنامه را ما پوستگی دندان ها و التهاب بره ها در خانم های باردار انتخاب کردیم، چون که بیشتر فکر می کنم خانم های باردار به عامل دچار میشن در پوستگی دندان. حالا ببینیم بدانیم چرا خانم های باردار بیشتر به پوستگی دندان دچار میشن. خب سوال خیلی ها بجا، دلایل مختلفی داره. خب مهمترین فاکتورهایی که چرا یک خانم حامله نسبت به دیگر افراد یک جامعه بیشتر به پوسیدگی دندان و همچنان امراض بیره بیشتر مصاب می شوند، خب در این وقت خانم حامله در مجموع اونمو سه فاکتوری که داره عبارت از فاکتور اولش همی است که خانم حامله در ماهای اول، دوم و سوم حاملگی معمولا یک زوف و یک زوفیت بدنی و جسمی برش ایجاد میشه و طبعا وقتی که یک زوفیت برش ایجاد میشه توانایی زیر نداره که به حالتهای نرمالی که دندانشان مسواک میزدن یا برس میکردن قادر به پاک نگه داشتن حفظ جاف دهن و دندانشان بودن، خب در این اوقات نیستند و این باعث میشه که اونمو دندانهایشان بیشتر برس نکنن، مسواک نکنن و رسیدگی کرده نتانن. خب خود از این میتونه که یک فاکتور باشه. فاکتور دومش همی است که وقتی که اینها البته از طرف صبح در ماهای اول دوم سوم حاملگی معمولا دلبدی و استفراغات برشان دست میده. وقتی که استفراغ کردن، خب معمولا دلبدی کردن از محسید میده یا محتویاتی که در میده هسته معمولا در جاف دهن میایه. وقتی که در جاف دهن آمد، خب در میده اسیدی است که خود از این میتونه که باعث تخریبی اون ساختمان سخت دندان شوه و میتونه که زمینه را برای با وجود آمدن پوسیدگی و کریوزی در جاف دهن خانم باردار مساعد سازه. بله. و فاکتور دیگرش هم اونمو اختلالات هورمونی است. اختلالات هورمونی در وقت بارداری معمولا اونمو یک اختلالات هورمونی موازنه هورمون ها نزد خانم حامله برهم میخوره و خود از این میتونه که یک فاکتورش بوده باشه که رفته رفته خب خانم ها را باعث میشه که اونمو جاف دهن و دندانهایشان و بره هایشان بیشتر مستعد شوه به امراض بیره و همچنان خونریزی. بله دکتر صاحب، بیایم در مورد التهاب بیره ها نزد خانم های باردار بیشتر بدانیم، کمی معلومات بیشتر بر ما بتین. خب معمولا خود امی بارداری کی است یا حاملگی معمولا اما پاسخ میزبان را در مقابل نمو اعراض کلینیکی که ایجاد میشه افزایش میده. معمولا اینمی التهابات بیره در ماهای دوم و سوم حاملگی شروع می شود و معمولا در ماه هشتم حاملگی یا بارداری به اوج خود می رسد. و معمولا اینها در وقتی که اونمو خانم حامله وقتی که اونمو طفل خود به دنیا می آوره کوشش فصل نمی امراض بیره و خونریزی هایی که در بیره به وجود آمده و اینا بعد از دو ماه حضالت زایمان به حالت نارمل برمیگرده، رفته رفته خوب میشه و در مدت یک سال بعد از زایمان کاملا بره هایشان و همچنان دندان هایشان پوسیدگی هایی که بود اینها به حالت نارمل برمیگرده. بله. به حالت نارمل برمیگرده. خب معمولا خانم ها کوشش در این مورد بکنن که معمولا بیشتر وقتی که بدنشان ضعیف میشه و
کوشش به بکنن که از طرف شب و نظافت جافه دهن و دندانهاشون مراد بکنن، مسواک فراموش نکنن. خب این فاکتورهایی هست که اگر مراد نکنه اونمو بیراهایشان و پوسیدگی ها در جافه دهنشان بیشتر مساعد میشه. بله، وقتی که هر مرض یک نشانه هایی می داشته باشه که امو مریض میتونه تشخیص بده که به این مرض مصاب شده، حالا یک خانم باردار از کجا بدانه که بیراهاش التهابی شده؟ خب نظر به اعراض کلینیکی که ظاهر میشه و عمدترین اعراض کلینیکی نزد خانم حامله این نکته بوده میتونه که اینا در مجموع بیراها در حالتی که اگر التهابی بوده باشه خب قادر به خونریزی هستند، یعنی که کوچکترین فشاری که وارد میشه بیرههاشان خونده است. از این نکته باید بدانن. و برش وقتی که اگر ما در حالت نرمال یا خانمای حاملت در حالت نرمال اگر غذا میجوند، مواد غذایی میجوند، خب درد احساس نمیکنند. وقتی که اگر هنا مواد غذایی هم میجوند، خب در این حالت یک حس دردناکی برشان دست میده. از این بدانن که فر مثال اینمی بیراهایشان مصاب به التهاب است. بله، مصاب به التهاب است و خود همی جافه دهنشان یک بوی نامدبوره به خود اختیار میکنه نسبت به حالت نرمال، یک بوی نامدبوره به خود اختیار میکنه. درم همچه حالت کوشش بکنه که نزد دکتر دندان مراجعه بکنه. خب از تدابیرهایی که بالای صحت خودش و جنینی که دارن اگر کدام آسیب وارد نمیکنه تلاش بایی بکنن که نمی اعراضی که در جافه دهنشان است ایره معالجه بکنه. و اعراض کلینیکی که گفتیم امینو است، انشاءالله اگر پیش دکتر دندان برون نتیجه میده. بله دکتر صاحب، در صورتی که پوستگی دندان ها و التهاب دندان ها بیره ها تداوی نشود بعد چه خطری مواجه به مادر و متوجه جنین میباشد؟ خب در مجموع پلاسنتا یک حدود اربعه که است که بین خود اما طفل است و مادر. حالا اگر مادر نظافت جافه دهنشان را مراعات نکنند و در صورتی که یک مشکل در بیره و در دندانشان ایجاد میشه پیش دکتر دندان مراجعه نکنه، خب عواقب بالای طفل هم داره. به خاطر ازی خب مادرانی که گفتن اگر فرض میکنیم یک مادر به پریودنتیت یا التهاب بیره یا آبسه هایی که در جافه دهنشان ایجاد میشه اقدام به تداویشان نکنه، خب میدانیم که در مجاورت سیستم عصبی، سیستم قلبی و همچنان سیستم تنفسی قرار دارد جافه دهن و اهمیت از اینا دیسته که و محتویات اینمی آبسه میتونه که داخل سیستم قلبی شوه، میتونه که داخل سیستم تنفسی شوه، میتونه که داخل سیستم عصبی شوه. و ای از جمله فاکتورها یا اختلالاتی بود که بالای خود مادر وارد میکرد. خب طبعا وقتی که اینمی آلت اگر مراد نکنه از طریق جریان خون میتونه که داخل سیستمیمو جنین شوه و میتونه که طفلم مورد البته حمله قرار بده اونمو انتاناتی که وجود داره. حالا یک تحقیقاتی که در این مورد صورت گرفته در البته انجمن دکتران طب دندان آمریکا تحقیقاتی که کردن، مادرانی که حفظ صحه جافه دهن بسیار ضعیفی دارند و التهاب بیره دارند، پوسیدگی هایی که در جاف در دندانشان دارند نسبت به خانم های دیگر، اولاد هایی که یا طفل هایی که به دنیا می آورند وزنشان بسیار کم است نسبت به حالت نرمال. دیگر اینا البته قبل از وقت معمولا طفل به دنیا می آورند. دیگر طفلای از اینا نسبت به مادرانی که به امراض التهاب بیره و نقاط پوسیدگی اگر مصاب نیستند، اینها اولاداشان بیشتر مساعدتر بر ریسک قلبی و همچنان بر ریسک سکته های قلبی و سکته های مغزی را خوبتر مساعد میکنه. این اولادای از اینا اگر اونمو التهابات بیرهشان کنترل نکنه، مالجه نکنه و پوسیدگی که در دندان ها داره مالجه نکنه، خب طفلای از اینا بدنا که میایه معمولا اینها مساعد به ریسک خطرهای امراض قلبی و همچنان
مغزی خوبتر مساعد هستند. دکتر صاحب، به عنوان آخرین پرسش خوب است که بدانیم خانم های حامله و باردار باید کدام نکات را متوجه باشند، کدام نکات را مراعات کنند تا به پوسیدگی دندان ها و التهاب بیره ها مواجه نشن و مصاب نشن. خب در قدم نخست، یک مادری که تصمیم به بارداری داره یا به حمل داره کوشش بکنه قبل از بارداری نزد دکتر دندان مراجعه بکنه. کوچکترین امراضی که در بیره دارن و یا ای که در دندانهای خود دارن در قدم نخست را معالجه بکنه. بنا به کدام دلیل؟ به خاطر از اینکه خب در ترایمستر اول، ماهای اول و دوم سوم حاملگی اگر این تداوی نمیکنه، خب وقتی که وارد حمل میشه یا بارداری میشه در این وقت خب مادر کم ضعیف میشه از لحاظ جسمی و روی کاملا ضعیف میشه، قادر به این نیست که خب نکته دیگر می است که خب ما طفلم یا جنینم تا هنوز اندام های خود در حال شکل گیری است، شکل نگرفته. خب در این حالت کوچکترین فشاری خب با خودش باعث میشه که بالای خودش هم و همچنان بالای طفلش یک صدمه وارد بکنه. از امیل لیاز قبل از اینکه باردار میشه کوشش بکنه که آنمو امراض بیره داره و پوسیدگی های دندان داره ایره معالجه بکنه. ایره معالجه بکنه یعنی که ملاقات با دکتر دندان باید قطع نکنه در قدم نخستی، و بعدش کوشش بکنن که از میوجات، از لبنیات که سرشار از ویتامین سی، ویتامین سی رول ازیره داره که آنمو بیره های ما را مقاوم میسازه، در مجموع سلول های بدن ما را مقاوم میسازه در مقابل انتانات، در مقابل امراض. و غذاهایی که سرشار از کلسیم باشه، خب کلسیم خودش باعث تقویت ساختمان دندان ما میشه، خب از این استفاده بکنم. و بعدش هم از دینشوه هایی که زود باکتریایی باشه پیش دکتر دندان. خب تمام فاکتورها باید خانم باردار بدون مشوره دکتر دندان حتی یک کپسول هم باید خودش نخوره، به خاطر که نقص میکنه. و بعدش کرمای دندانی که در ترکیبشان فلوراید داره از اینا استفاده بکنه، با اینا هم نقش مؤثر داره به خاطر تقویت دندانایشان. و دیگه کوشش بکنن که مادران باردار، از گفتیم که نمو به مشوره دکتر دندان و پیش بروند تا اینکه هم خودشان دارای صحت کامل و هم طفلی که به دنیا می آورند از تمام امراض در امان بوده باشند. سلامت باشین دکتر صاحب، جهان سپاس. از شما هم تشکر می کنیم که واقعیت ما را اینجا دعوت کردین و تانستیم که داشته های خود را خدمت هموطنان عزیز تقدیم کردیم. امیدوار هستم که از داشته های ما استفاده بکنن. خب خداوند نگهدارشان. سلامت باشین، جهان سپاس. سلامت باشین.